الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. در آیاتی که ما شما می‌خوانیم از آیه 116 تا با 123 بیان سنت تغییر ناپذیر الهی و حکمت ذکر داستان‌های پیغمبران و وسعت علم الله متعال بر مخلوقش به معرفی گرفته می‌شود. در این آیات سبب وقوع عذاب بر مجرمین، سنت الهی در اختلاف انسانها، نتایج ذکر داستانهای پیغمبران در سوره، اعلان تحدی با غیر مؤمن و بیان وسعت علم الله تعالی و دستور به ای که به او باید توکل و اعتماد بکنیم. سبب وقوع عذاب را الله متعال ذکر می کند که دو سبب است که ملت ها سقوط می کند و خشم الهی بر سرشان واقع می شود. یکی که از منکر منع نمی کند. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. فلولا کان من القرون، پس چرا در میان اقوام پیش از شما، من قبلكم پیش از شما، اولو بقیت دانشمندان نبودند، ینهون عن الفساد، که مردم را باز می داشتند و منع می کردند از فساد فی الارض، در زمین. پس چرا در میان اقوام گذشته پیش از شما دانشمندانی نبودند که مردم را از فساد در زمین منع می‌کردند؟ اولو بقیتین به معنای صاحبان فضل، دانشمندان. بقیتین به معنای فضل و خیر است. روی اساس هر جامعه من حیث یک جامعه نمی شود که بگویم که در اوجا دانشمندان نیست. در هر جامعه دانشمندان هستند. در اینجا میگه چرا، به تعبیر دیگر، چرا دانشمندان مسئولیت خود را در قضیه امر بالمعروف و نهی از منکر او را ادا نکردند، در او بی تفاوت بودند. پس در اینجا امید پیام را می دهد که پس چرا در میان اقوام پیش از شما دانشمندانی نبودند، در حالی که دانشمندان بودند. و فطرت انسانی امیر تقاضا میکند که به طرف حق کسی را دعوت بکنی، حتما یک چند نفر پیروی پیدا میشود. اگر علما پیام را نگویند، در این قضایا بی تفاوت شوند، عذاب الهی مردم را میگیرد. زیرا مردمای عادی تمیز کردن نمیتواند که خوب از بد جدا بکنند. نیک را از بد تمیز کردن ظرفیت می خواهد. بناهن عدم وجود دعوتگران، اهم از علما و دانشمندان، و عدم امر بالمعروف و نهی از منکر سبب می شود تا عذاب خداوند متعال بیاید. پس قرآن کریم همیشه عرفش همطور است که یک قضیه کلی را که تحلیل می کند، نمی خواهد که کلگی را زیر عمو قضیه منفی بگیرد. بنان استثناء میکنه الا قلیل ممن انجینا منهم، جز اندکی از کسانی که ایشان را ما نجات دادیم. الا قلیلا، مگر اندکی، در یک جامعه اندکی از دانشمندا
به طرف حق رجوع کردن و حق را بازگو کردن و در نتیجه از اینکه چون حق را گفتن انجینا منهم، ما هم نجاتشان دادیم. یعنی عذاب آمد، امو کسایی که امر بالمعروف و نهی از منکر کردن، امو طایفه چی شد؟ نجات پیدا کرد. کسایی که این کار نکردن ولی دانش داشتن، الله متعال اونا را هم سرنگون میکند. در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم هم امیر میخوانیم که روزی که الله متعال دستور میدهد به ملائکه که فلانه قوم را عذاب بکنین، اونا میگن که پروردگار را در فلانه 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 نفر است، مردمای نیکی هستند، تهجد میخوانند، نماز میخوانند. الله گفت که نه، امورم شما چی کنین؟ اول امور عذاب بتین، زیرا یک روز پیشانیش ترش نشد برای بدی هایی که در او جامعه بود. همیشه از بدی هایی که بود امر بالمعروف و نهی از منکر نکردن. در اینجا هم الله متعال استثناء می کند که اتو نیست که در یک جامعه مردم های خیر کاملا گم شود. ما مردم خیر را اگر خیر را گفتن نجات هم دادیم. الا قلیلا ممن انجینا منهم، جز اندکی از کسانی که ایشان را ما نجات دادیم. این گروه اندک از روی دلسوزی قوم خود را دعوت می داد، اما دلهای اونا سخت بود و هیچ نوع آثار سرش مرتب نشد. پس امر بالمعروف از خود یک چوکار دارد. یک دو سه نقطه را باید ما شما بفهمیم و درک بکنیم. اول ای که بزرگترین امر بالمعروف نشر دین و جهاد در راه خداوند متعال است. و پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام هم او را می‌فرماید که الجهاد ماقن الی یوم القیامه، جهاد تا به روز قیامت ادامه دارد. نه عدل عادل او را بند کده میتانه، نه هم ظلم ظالم. بعد وقتی که جهاد شد به معنای نشر دین، گاهی به قتال نیاز داریم که هرگاه جانب مقابل مانی پیام رساندن دین شود، در مقابل قتال صورت می گیرد. از این خاطر 3 روز وقت داده می شود. اگر بعد از 3 روز باز هم مانی را ایجاد کرد و در اوجا جهاد به معنای قتال می شود. 2، اگر مانی را برداشت، ما نه به زمین مردم کار داریم، نه هم برای نقاط دیگرش. هدف رساندن دین است، باید دین رسانده شود و یکی از مکلفیت های عمده حکومت اسلامی همین است. دین باید نشر شود. هرگاه حکومت در نرساندن دین کاری نداشت، در حقیقت همین حکومت یا فاسق است یا گمراه است و باید پیام دین را قبول بکند. خب هرگاه اسلام را مکلفیت دارد حکومت که به مرزهای بیرون از مملکتش ای را برساند، معنا واضح و روشن است که در درون کشور اسلامی که مسلمان ها هستن حکومت است، در اوجا چیزی خلاف شریعت اسلامی و پیام خلاف دین، خب به هیچ وجه حق قابل قبول نمی شود. یعنی ارگا ما مکلفیت زیر داشته باشه که این دین را باید بیرون از سرحدات ما باید برسانیم و برای ازی باید جهاد بکنیم، هم جهاد به معنای قتال و هم جهاد به معنای رسیدن پیام به کلش. حالا این گپ اصلا واقعی نمی شود که ما در درون کشور اسلامی منکرات را ببینیم و خلاف حکم خداوند متعال و شریعت الهی پیام را به گوش و چشم خود دیده بتانیم. این قابل قبول نیست، اصلا مطرح نمی شود. خب حالا این منکر چی است؟ دوستای عزیز، منکر بسیار گپ کلان است. یعنی ما منکر است و در جامعه انسانی که ما شما زندگی می کنیم، در او جامعه بدون منکر امکان ندارد. بخواهی نخواهی در یک جامعه چی است؟ منکرات وجود دارد. حالا این منکرات باید کی منش بکنن؟ در این منکرات رسول ما صلی الله علیه و سلم یک حدیث زیبایی را برای ما شما ارشاد می‌فرماید که
على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هر کدامتان حیثیت چوپان رو دارید و طبیعی است که چوپان در زیر دست چندان رمه چند گوسفندی است که مسئولیت نگهداشت از او را و سیر کردن از او را این مسئولیتش دارد. سالم باید به چاراگاه ببرد و سالم پس باید برساند. تمامتان چی دارین؟ مسئولیت امی رقم یک مسئولیت داره. بعد تشریح میکنه که زن مسئولیت داره، بعد مرد مسئولیت داره، حاکم مسئولیت داره، کلش میگه الا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته. پس وقتی که ایشو در جامعه اسلامی ما، کل ما شما برای زدودن منکر کار میکنیم، کل ما کار میکنیم. بناهن کسی که منکر را نشناسد آیا میتوند که منکر را منع بکند؟ قطعا نمیشود. اول کل ما ثقافت خود را و فرهنگ خود را و تعلیم خود را باید بالا ببریم تا از یک طرف منکر را بشناسیم، از طرف دیگری وسائل از بین بردن منکر را هم درک میکنیم. تکرار میکنم، یگان بار ما منکر را میشناسیم، ولی چگونه منکر را دفع بکنیم و چگونه منکر را از بین ببریم این را یاد نداریم. از این خاطر است که ما غالبا متاسفانه سر منکر میتازیم، خور چگونه منکر را برداریم سر زی سر خود را باز نمیکنیم. یگان بار ما یک منکر را منع میکنیم و متوجه نیستیم که چندین منکر دیگری توسط منکر که ما منکر شدیم ایجاد می شود و پیدایش می کنیم. به طور مثال اگر ما در زدودن منکر دو راه داشته باشیم، یکی راه دعوتی و یکی راه عنف، کدامش را باید بپذیریم؟ طبیعی است که نه، راه دعوتی و اخلاقیش را بپذیر، از چپات استفاده نکنیش. تو میخوای منکر را اصو بکنی، معنایت خوبی نیست که کسی را توهین کنی و تحقیرش بکنی و او را کوچک بکنی. از این خاطر است که شما در دین اسلام عزیز ما وقتی که تحقیق بکنیم ما شما را میگوید که اول ولا تجسسو، تجسس نکنید. چرا ایره میگه که تجسس نکن؟ زیرا تجسس که کردی حتما مشکل پیدا میکنی. بعد بر ما میگه که اگر بالفرض با یک منکر شما روبرو شدین اغماز بکنین، من سطر مسلمان سطره الله، هر کس که یک راز یک کس را بپوشاند الله او را دوست داره، خدا راز از او را میپوشاند. بعد بر ما میگه که اگر منکر را دیدی و فهمیدی که تو را دیدی دیگه نمیشه که او تو فکر بکنه که نفهمید، باز برای تو ای است که او را شخصی دعوت بکنی، دلاسایش بکنی و برش بگی برادر عزیزم کار صحیح نیست و تو نباید او را به کسی دیگری بگویی و شخصیت از او را جریحه‌دار بکنی و کوچکش بکنی. هرگاه این کار را فهمیدی و خود را به اصطلاح استدلال از او را یاد نداشتی که چگونه دعوت بکنی، قضیه را اما تو خاموش بگذار. بعد به یکی از دانشمندان بگو که در امی جمعه یا در امی نماز در رابطه به این منکر که بدون از اینکه نفرش مشخص بوده باشه یک صحبت عام را باید داشته باشه، این کاری تا او نفر که در این مسجد آمد بفهمد که غلطی کرده و چگونه باید اصلاح شود. هرگاه منکر از فرد برآمد به یک گروپ تبدیل می شود، به یک جماعت تبدیل می شود، در اینجا دو مسئولیت عمده راجع می شود. یکی برای علما راجع می شود که منکر را باید تحلیل بکنه، تجزیه بکنه و اثرات شوم از او را برای مردم باید بگوید. دو، مکلفیت حکومت است که با قدرت اجرایی که دارد مانع امو منکر شود و برش دارد. این مکلفیت است. بنابراین ما باید وقتی که قضیه را تحلیل میکنیم مبارزه علیه منکرات تنها به گپ نمیشود، قضیه بزرگتر از او است. به طور مثال وقتی که ما میخواییم منکر را منع میکنیم، ریشه ای از این را پیدا بکنیم که چرا این منکر پیدا شده.
دزدی منکر است. چرا پیدا شده؟ مردم در را میری موبایلت را میگیره، توهینت میکنه، حتی به قتل میرسانه تا. خب ما میفهمیم که فقر دیگه تا به گلوی مردم رسیده است، بیکاری رسیده، ورنه هیچ کس نمیخواد که تو یک کار بکنه. حالا ما چطور میتونیم که زمین سازی بکنیم، حکومت را بگویم که حکومت بدبخت، به جای پایت بند نکو، صلح را زود بکو، ناقی ناقی گپای بی معنا را مطرح نکو، این ملت دیگه وادار نکو که دیگه یک دیگر را بخورد. این ای ای یعنی ما بیوازی که سرزی فکر بکنیم که علی پولیس گم کو، ای را بیار او را بیار، نه. اصل قضیه ایست که مردم بیکار هستن، مردم فقیر هستن، کار وجود نداره. بنان تو باید اصلی کار باید بکنی که جنگ از افغانستان ختم بکنی و خیر از تنازل بکن، ولی مشکل اساسی ایست ایره حل کن. ورنه هر قدر پولیس بیشتر بکنی ممکن نیست که مردم غلطی نکنن. این کاری اصلی است. سر عوامل باید بحث بکنی و برویم. این شکلش ما میبینیم که وقتی که حکومت ضعیف بوده باشه، پس هر کس سرش پیشنهادات خود داره، هر کس پیشنهادات خود داره و میخواه نقشه های خود سرش تطبیق بکنه. چی کنیم که نظام تقویت بکنیم و نظام به اهلش بسپاریم، در پهلوی از این اصلاحات بیاد بیاریم؟ این راه هایش هسته که ما میتونیم که منکرات آسان و ارزان محو بکنیم. ولی عزیزایم یقین داشته باشیم که وقتی که ما صحبت میکنیم و میخواهیم منکر را معنا میکنیم، برای اسالیب از او بسیار فکر بکنیم، بسیار مجالس سرش بگیریم، تحلیل همه جانبه سرش بکنیم، راه های آسان و ارزانش جستجو بکنیم، معاونت مردم را، معاونت حکومت را، معاونت علما را، معاونت مشران قوم را که تو خود داشته باشیم. بعد از او باز ما قل منکر را میکنیم، نه که منکر در حقیقت به یک شخص تعلق داشته باشد، از جامعه منکر را اما تو میکشیم دیگه بازو پیدا نمیشد. و اگر احساساتی عمل بکنیم، تحلیل نکنیم، همه جانبه سیستم را نسازیم، اگر ما بخوایم منکر را منم بکنیم، منکر من نمیشود. دقیق شدین؟ منکر من نمیشود. در یک جا شاید تو بزدن و بکندن من نبکنی، به سر دیگری باز سر خودم میکشه، به شکل دیگری باز سر خودم میکشه و ما به طرف بدبختی میریم. بنام مهم نکته ایست که دین ما علیه منکرات عمل میکند، ولی منکر جزافی اما تو دویدن کار ندارد، تحلیلی خیلی خوبی کار دارد، برنامه ریزی خیلی خوبی کار دارد و ایتو منکر ماد منشا که منکر دیگر را ایجاد نکند، سبب منکرات دیگری نشود. این نقطه بسیار مهم است و نمیفهم که این قضیه بسیار بزرگ است و وقت ما کم است و باید این جاگزین شود در ذهن که اسالیب از بین بردن منکر چیست، راه های علاج یک بدبختی چی است و قضایای مختلفی که در این بکار است. مهم نکته است که ما من حیث یک مسلمان در مقابل منکر باید استاده شویم. باز چگونه استاده شویم؟ این به احساسات نمی شود، این به تحلیل نیاز دارد، به نقشه نیاز دارد، به پلان نیاز دارد، به مشارکت همگانی نیاز دارد و ما می توانیم کار انشالله بزرگ و صحیح و درست را انجام بدیم. قرآن کریم امیره میگه که چرا عذاب بر مجرمین واقع میشود؟ میگه به خاطری که در اونجا سیستمی نبود که علیه منکرات اقدام بکنند، امین نبود. نکته دوم میگه که آره بودن ولی اندک، الا قلیل ممن انجینا منهم، اندکی بودن چون کم بودن و سیستم درست توزیع نشد، بنان ما عمو گروپ را نجات دادیم و دیگرها را هلاک کردیم. دوم از لذات و خواهشات نفسانی پیروی کردن، یک طرف منکر دیگه طرف از خواهشاتشان پیروی کردن. و تبع الذین ظالموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین، و کسانی که ستم کردن و تبع الذین پیروی کردن، الذین آنانی که ظلم و ستم کردن، ما اترفوا فیه از تنعام و تلذذی که در آن بودن، از تنعام و تلذذی که در آن بوده از او پیروی کردن، و کان مجرمین و بودن گناهکار بودن. این چه رقم حساب است؟
یعنی وقتی که نعمتی که برش داده شد از اون نعمت باید به خیر استفاده میکردن. این نعمت ها را بشر استفاده کردن. وقتی که بشر استفاده کردن این دیگه در حقیقت گناه را چی کردن؟ بیشتر کردن. یک طرف امر بالمعروف نهی از منکر نکردن، از طرف دیگر نعمت های خدا را به جای استفاده کردن و سبب منکرات اضافی شدن. یک منکر بر منکر دیگری افزوده می شد. به طور مثال شما فکر بکنین که ما چقدر زیاد منکرات داریم و روز به روز افزوده می شود، بنان این مردم از نعمتهای الهی به عوضی که به خیر استفاده کنه به شر استفاده کرده، از تلویزیون ها به عوضی که به خیر استفاده کنن به شر استفاده کنن، از تلفن های موبایل خود به عوضی که به خیر استفاده کنن به شر استفاده کنن، از پول و دارایی که برش داده بودیم به عوضی که به خیر استفاده کنن او را به شر استفاده کردن. بنابراین وقتی که نعمت های الهی را غلط استعمال کردن ما هم اونها را به عذاب خود گرفتیم. پس معنا چی می شود؟ هر آنچه که ما در دنیا داریم، او را می تانیم که به خیر استفاده کنیم و می شود که به شر هم استفاده کنیم. پس اگر می خواهیم بقا داشته باشیم در روی زمین، بیاین از وسایل خود به خیر استفاده کنیم. عمر خود را به خیر استفاده کنیم، جوانی خود را به خیر استفاده کنیم، وقت بیکار خود را به خیر استفاده کنیم و پول خود را به خیر استفاده بکنیم و تکنولوژی معاصری که در اختیار داریم او را به خیر استفاده کنیم. کلش می تانیم به خیر استفاده کنیم و در کلش علم وجود داره، از شرش دوری بگیریم. بعد سپس روشن می سازد که الله متعال بناحق حلاق نمی کند و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون. هیچگاه چنین نیست که پروردگار تو شهرها را به ستم حلاق بکند در حالی که ساکنان آن اصلاح کار باشند و ساکنان آن خوب باشند. این امکان ندارد. عذاب الهی ام میشه که به امتها آمده است به خاطر که امتها غلطی کردند. و ما کان ربک و نیست پروردگار تو لیهلک القرا که نابود بکنه اهل قریه ها را بظلم بناحق، بناحقی کار نمی کند و اهلها مصلحون در حالی که اهل چی بوده باشد؟ نیکو کار باشد. نه ابدا، اگر ما نیکوکار بوده باشیم نعمت از ما گرفته نمی شود بلکه نعمت افزوده می شود. یعنی پیام دیگری، اسلام عزیزی ما و دین ما با تمدن دشمنی ندارد، با پیشرفت دشمنی ندارد، با تنعم دشمنی ندارد، بلکه دین می خواهد بهترین زندگی داشته باشی و خوب آرام و مرفه زندگی داشته باشی، کل نعمت های الهی در خدمت تو بوده باشد، دین امیر می خواهد، ولی بی جای استفاده نکو، غلط استفاده نکو که سبب عذاب الهی می شود. بنابراین این پیام به ما و شما داده شد که دو سبب است که الله متعال امتها را نابود می کند و هیچ وقت خداوند متعال عذاب را بر یک قوم نازل نمی کند در حالی که این ملت به پا ایستاده بوده باشد و نعمت های الهی را درست به کار ببرد. هیچ وقت کار نمی شود. بنابراین آل بر ما میگه که سنت الهی را وقتی که اتو شد در ذهن یک تعداد چی میگرده؟ این رقم میگرده که چرا خداوند متعال امی کلگی را خوب پیدا نکرد؟ اما گیر مسلمان پیدا میکرد؟ چرا خداوند متعال یک کافر را پیدا میکنه؟ یا چرا الاخری هیچ چراها وجود داره؟ رب العالمین امی جواب را میده که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. سنت های الهی را تشریح میکنه که در آفرینش انسان ها اشاره به ایست که الله تعالی نخواسته تا همه انسان ها را در یک مسیر و در یک برنامه مشخص قرار بدهد، بلکه آنها را چی کرده؟ مختلف آفریده است و در گزینش راه آنها را اختیار داده است. ولو شاء ربک، و اگر میخواست پروردگار تو، لجعل الناس امتا واحده، البته میگردانید همه مردمان را به یک کیش و به یک ملت و به یک دین. در آن صورت آنان مانند فرشتگان با چی میکردن؟ گناه نمیکردن. ولی مقصد اصلی چی شد؟ مقصد اصلی ایست ای آیات از جمله آیه های بسیار مهم قرآنی است و دقت بسیار زیاد میخواهد.
ما چند روز پیش برای شما عرض کرده بودم که انگامی که الله متعال انسانها را پیدا میکرد اخبار از او را بر ملائکه کرد و اذ قال ربک للملائکه فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء ای را برش گفت بعد الله متعال برش گفت که اینی اعلم ما لا تعلمون اینی اعلم ما لا تعلمون چی معنا میدهد؟ به این معنا میدهد که ما دارای اسما و صفات هستم الله میگه ما دارای اسما و صفات هستم که او اسما و صفات در وجود ملائکه تبلور پیدا نمی کند و معرفت گرفته نمی شود چرا ملائکه مخلوقی است نورانی که نه چیزی را می خورد و نه چیزی را می نوشد نه به همین چیزهایی که ما شما ضرورت داریم که لباس شد و شهوت شد و غرایز شد به این چیزا نیاز ندارد از این برترند وقتی که این رقم شد گناه در او متصور نیست ملائکه گناه نمی کند بلکه یفعلون ما یؤمرون هرچی که الله خواسته باشد امور را که برش دستور داد انجام می دهد پس ملائکه از غرایز شهوانی خلاص هستند از این خاطر گناه نمی کند حیوانات دیگری که است غرایز دارد ولی تعقل ندارد حق انتخاب ندارد صدها سال دیر شود شما می بینین که گنجشک هیچ تغییر در میخوانیش آورده نمی تاند یک حیوان دیگری امی زندگی که 100 سال پیش داشت امو 100 سال پیش آلی هم دارد این تطویری در زندگیش کرده نمی تاند چرا نمیتونه حق تعقل و انکشاف در اونها نیست حق اختیار در اونها نیست پس امی رقم بدون تعقل آفریده شده ما بارها میبینه میگه یک روز پلی بود مرکب سرش کوشش کرد که تیر شد تیر نشد این نفر سرش پیش کرد از پشت سر برونی کده تیر شد یعنی به مقدر تغییر امی مرکب نفهمید که امو پل است و سرزمون را تیر می شود. بنابراین مخلوقات دیگری تعقل ندارد. تعقل که نداشته باشد اختیار ندارد. خب انسان را رب العالمین آفرید از روح و ماده. از روح و ماده آفریدش. روح انسان در بستر امی مادیش تربیت پیدا می کند. برای از این که این انسان از یک طرف به طرف خوبی ها فطرتاً متوجه هست باز هم الله متعال صدش رحم کرد برایش پیغمبر را فرستاد باز برایش خداوند متعال رحم کرد تعقل را برش داد از این خاطر ارشاد می فرماید که اینا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا ما اردو موضوع را برش دادیم هم خوبی ها را برش نشان دادیم هم راه های بعد برش نشان دادیم که در روی خطر وجود داره و سقوط میکنه بنابراین حال انسان که میرود به طرف خوبی ها هر قدر که خوبی ها را تحلیل میکند با امو اندازه صفات خوب را در خود تبارز میبخشه صفات خود را خوب را که در وجودش تبارز پیدا بکنه با امو اندازه صفت الهی نقش پیدا میکند به این معنا ارگا انسان در مسیر رایش غلطی بکنه گناه بکنه تعقلش و شریعت او را برش میگه که ایش جا اشتباه کردی و غلط کردی بنان چی بکو؟ بخشش از الله بخوای مغفرت از الله بخوای وقتی که مغفرت میخواد صفت غفوریت خداوند متعال تحقق پیدا میکند بنان اگر انسان به اختیار خود غلطی نکنه و باز به اختیار خودش مغفرت نخواهد بنان غفوریت الله متعال جای پیدا نمیکند این شکلش وقتی که انسان غلطی میکند مورد رحم خداوند متعال قرار می گیرد وقتی که او را زود محاسبه نمی کند فرصت برش می دهد تا او پس به اساس مریضی که پیدا می کند به اساس فقری که پیدا می کند به اساس مشکلی که پیدا می کند یک بار بیدار می شود و گذشته خود را می گه اشتباه کردم یعنی مریضی رحم شد در حقیقت فقر در حقیقت رحم شد بنابراین
صفت رحمانیت خداوند متعال تحقق پیدا می کند و 99 نام خداوند متعال در وجود امی انسان تبارز پیدا می کند. از این خاطر است که الله انسان را نیافریده است تا کلش یک رقم بوده باشد. هر تغییری که در انسان می آید در حقیقت تجلی می دهد یکی از اسما و صفات الهی را. و پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که الله متعال می فرماید کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. ما یک ذخیره و یک کنز بسیار بزرگی پوشیده بودم، خواستم که به آفرینش مخلوق تبارز داده شوم. بنابراین صفات الهی در اختلاف تعبیر انسانیت تجلی پیدا میکند و یکی پی دیگری او اساس خلقت است. از این خاطر در اینجا الله میگه که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدة. اگر الله میخواست که انسانها را یک رقم پیدا بکند دیگه صفات باز اونجا تجلی پیدا نمیکرد، اختیار باز اونجا مطرح نمیشد و هدف خلقت انسان همان امی قضیه اختیار و تجلی اسما و صفات الهی است. چون خاص الله نبود که همه انسان ها را یک امت واحد بگرداند، میگه ولا یزالون مختلفین، آنان همیشه با هم مختلف خواهند بود. همیشه انسان ها مختلف خواهند بود از نظر متطلباتش، از نظر غرایزش، از نظر اهدافش، از نظر معرفتش. ای کل انسان ها نگرش مختلف دارند و ای اختلاف نظر است که جامعه را به طرف رشد میبره، به طرف خوبی ها میبره، در صورتی که با تضاد روبرو نشوید. ولا یزالون مختلفین، و آنها همیشه با هم مختلف خواهند ماند، در همه چیز اختلاف خواهند کرد، در ادیان، در مذاهب، در اخلاق، در افعال، در طرز سلوک. این طبیعی است، نمیتونیم که جامعه را یکسان فکر بکنیم. بنابراین خب اختلافی که منجر به چی شود؟ به تضاد شود، جامعه را به طرف بدبختی میبرد. اختلافی که به معنای تنوع شود جامعه را به طرف رشد میبرد. از این خاطر میگه الا من رحم، مگر کسی که پروردگارت بر وی رحم کرد. پروردگارت بر وی رحم کرد، فرق در بین تضاد و در بین تنوع را فهمید. دقیق شدن؟ الا من رحم ربک، مگر کسی را که الله سرش رحم بکنه او قدرت از این را پیدا بکنه که تنوع چی را میگوید و تضاد چی را میگوید. این را بفهمد. به طور مثال ما شما میبینیم که در شریعت ما تنوع بسیار زیاد است، بسیار زیاد تنوع است. ارگاه او را به تضاد تعبیر بکنیم جنجال پیدا میکنیم، اختلاف پیدا میکنیم، یکی دیگر خدا بد میگیم. اگر تو گفتی که چرا من را فلیدین میکنم و تو نمیکنی، بس دیگه شروع بکنیم این را به تضاد حمل بکنیم. به تضاد که حملش کردی سنن رسول الله صلی الله علیه و سلم را تضاد اختلاف را با وجود میاره، اختلافی که ناشی از دلیل نیست، ناشی از دلیل است. این اختلافی که به دلیل تو جواب ندی و به حذف جواب بدی، به توهین جواب بدی، به تحقیر جواب بدی، مقاومت صورت میگیره. مقاومت که صورت گرفت تشنج در جامعه پیدا میشه، کشمکش در جامعه پیدا میشه. و اگر در خود تحمل پیدا کردی، گفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازها را به جماعت میخواند نمیخواند، مسلمان ها در جماعت بیشتر بودن نبودن، و نماز نسبت به هر عبادت دیگر تکرار زیاد شده نشده. خب پس وقتی که این رقم شده، یک صحابی رفع الیدین را روایت میکنه، یکی آمین را روایت میکنه، یکی آمین را روایت نمیکنه، یکی رفع الیدین را روایت نمیکنه، ای به معنای از این نیست که تو دیگه بگویی که اینجا نسخ شد، منسوخ هست، منسوخ هست، منسوخ هست. چرا تو میگویی؟ چرا تو نمیگی که تنوع هست؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که برای ما شما نشان بده سهولتی از این دین را، مقبولی از این دین را. حالا که به هر کدامش کسی عمل کرد و خب منکر سنت نیست. پس این را ببینیم که منکر سنتش نگفتی آرام شدی، هیچ گپی نشد. نه تنها که آرام میشه، بلکه ایتو میگوید که خوب شد الحمدلله که یک سنت که نه رفع الیدین است من انجام دادم، و الحمدلله که او رفع الیدین که سنت دیگر رسول الله است ترک نشد. خداوند متعال یک برادر دیگه مرا توفیق داد تا او را عمل بکنه.
باید میگیم چقدر خدا پیغمبرش دوست دارد که میخواد تمام سلوک و اعمالی که پیغمبر انجام داده است او چی نشود؟ فراموش نشود. او فراموش نشود. پس هیچ گپی پیدا نمی شود. ببینید تنوع ما شما را به اتحاد فرا می خواند، به هم نشینی فرا می خواند و کدورت را از دل ما دور می کند. خدا نخواسته اگر ما شریعت الهی را به تنوع تعبیر نکنیم، به تضاد تعبیرش بکنیم. در مابین مسجد جنگ شروع است. در مابین مسجد در نماز مسلمان یک دیگر را بد می گوید، توهین می کنه و تحقیر می کنه و حتی لعنتش می کنه. این بدبختی است دیگر. از این خاطر است که ما این نقطه را باید فکر بکنیم که تنوع را از تضاد باید جدا بکنیم. خب چطور جدایش کرده می تانیم؟ هرگاه هدف اصلی به دست بیاید ما در اوجا تنوع داریم. هرگاه هدف اصلی از بین برود در اوجا تضاد است. بنابراین شرک تضاد است، او را نمیتونیم تحمل بکنیم. دقیق شدین؟ بدعت تضاد است، او را نمیتونیم تحمل بکنیم. نمیتونیم که شرک ما به معنای تنوع حساب بکنیم، بلکه از این خاطر است که ما عقیده ما ایست که پلورالیزم دینی یا کثرت‌گرایی دینی اید وجود ندارد، ولی کثرت‌گرایی مذهبی فقهی را باید بپذیریم. این را باید قبول بکنیم در دایره توحید که هدف اصلی خلقت است. در اوجا باز قبول بکنیم تنوع را، در اوجا باز تضاد را تعبیر نکنیم. امام شافعی با امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تضاد ندارد، امام مالک با امام احمد حنبل هیچ تضادی ندارد. هر کدام از اینها خواستن که دین آسان تعبیر شود تا دین آسان تطبیق شود. دین کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بنابراین این نقطه را باز بگین که الا من رحم، مگر کسی را که الله رحم بکند که تضاد را از چی؟ از تنوع جدا بکند، سنت را از بدعت جدا بکند، توحید را از شرک جدا بکند. این مردم است که الله مورد لطف و احسانش قرار داده است. بعد می فرمای که ولذلك خلقهم، و آنها را برای همین آفریده است تا تنوع بکنند. الله چی فرمود در آیات قبلی بر ما و شما؟ واستعمرکم فیها، الله شما را برای ازی پیدا کرد که دنیا را آباد بکنید. دنیا خود نمیشود که ما تطویرش نکنیم سیستم را و آباد شود، نه. از این خاطر ما یک بعد بسیار مهم در فقه اسلامی داریم به نام ثوابت، یک بعد دیگه داریم به نام متغیرات. ما متاسفانه همه چیز ما ثوابت شده، متغیرات بیخی از دست داده، در حالی که 90% فقه ما متغیرات است و باید تطویر پیدا بکنه، باید اجتهاد مداوم داشته باشیم تا بتانیم روند جامعه را به طرف بلندی حرکت بتیم و جامعه را به طرف خوبی ها سوق بتیم. جمود را از خود دور بکنیم، جمود را از خود دور بکنیم، ولی سر ثوابت خود باید تمرکز داشته باشیم و او را نگذاریم که خدشه‌دار شود، او باید محفوظ بوده باشد. ولذلك خلقهم، الله انسان را آفرید تا ثوابت را از متغیرات جدا بکنه و جامعه را به طرف رشدش ببرد، بهترین سرک بسازد، بهترین شفاخانه بسازد، بهترین خدمات عرضه بکنه و مصیبت ها را کم بکند. درباره ایدی که ذالک اشاره به سوی چی است؟ علما اقوال مختلف دارند. برخی گفتند اشاره به سوی اختلاف است، یعنی آنها را برای اختلاف آفریده است تا اختلاف سبب چی شود؟ تکوین قضایا شود. اگر موبایلی که شما در اختیار دارین امی یک دانه جور می شد و صاحبی از او می گفت که امی بس است دیگر، این تطویری که امروز در اختیار دارین به دست می آمد؟ نه. بنابراین هر حکمی که یک عالم می گوید در قضایای متغیرات، این اجتهاد مکمل دیگه عالم میخواد، دیگه عالم میخواد تا جامعه به طرف رشد بره. دیروزم براتون عرض کردم که امام ابو یوسف رحمت الله علیه با امام محمد و با ابو حنیفه چرا اختلاف دارد؟ اختلافی از او خو به اصل خاطر نیست که ابو حنیفه نمیفهمید، بلکه اختلاف به خاطر از است که جامعه تفاوت کرده بود، خواسته ها و متطلبات تفاوت کرده بود، از این خاطر پیام ها را تجدید میدادند. بنابراین وقتی که شما در فقه اسلامی اقوال مختلف علما را در یک موضوع میبینین، این به خاطر از است که مشکل مردم آسان حل شود.
مردم به طرف خوبی برود، زندگی و معیشتش خوبش بوده باشد. از این خاطر اختلاف میکنن با علمای گذشتهشان. دیگه کدام گپی در اوجا وجود ندارد. از این خاطر میکن ولذالک خلقهم، اختلاف اشاره به چی است؟ به اختلاف است. بعض علما میگه که ذالک اشاره به سوی رحمت است، یعنی الله انسان ها را آفرید ولذالک خلقهم، به رحمتش آفرید که از نعمت ها استفاده بکنند، مقبول استفاده بکنند و نعمت های الهی را به کار بگیرند، نیک نعمت های الهی را چی بکنند؟ او را سر سرپوش بگذارند. آفرینش نعمت به خاطر استفاده است. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. از خاطر است که اساسی ترین نقطه ایشه که ولذلك خلقهم، الله انسان ها را آفرید تا این نعمت های مقبول دنیا را استفاده بکند و از این یک زندگی با تنعم را ایجاد بکند، یک جنت در دنیا داشته باشد، یک جنت ابدی را در آخرت داشته باشد. ولذلك خلقهم، تعبیر سوم ای که الله انسان ها را آفرید برای معرفت، برای معرفتش که او چی را زمین و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، به معنی یعرفون است. انسان خدا را بشناسد، خود را بشناسد و مخلوق خدا را و حقوقش بشناسد، خوب ارتباط با خود و با خدا و با مخلوق خدا داشته باشد. ولذلك خلقهم. امام طبری رحمت الله علیه می فرماید که ذالک اشاره به سوی مجموعی ازی است. دقیق شدین؟ ولذلك خلقهم، الله انسان را آفرید برای ازی که تنوع را بپذیره. ولذلك خلقهم، الله انسان را آفرید تا از این نعمت ها استفاده بکند. ولذلك خلقهم، الله انسان را از خاطر آفرید تا الله را بشناسد، خود را بشناسد و مخلوق خدا را بشناسد و معرفت را همه جانبه بکند. بعد میبینیم که در خلقت اراده تکوینی الله متعال او جدا است که فوق علم ماست. الله متعال میداند که در نتیجه اینی نفر چی میکند و ای به معنای از این نیست که خداوند متعال او را برای ما آتش آفریده باشد، بلکه اختیار خود را غلط استفاده کرد، اختیار خود را غلط استفاده کرد. سپس می فرما تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، و سخن پروردگارت که دوزخ را از انس و جن پر خواهم نمود به اتمام رسید. و تمت کلمت ربک، به اتمام رسید کلمت ربک، سخن پروردگارت، به ای که لأملأن جهنم، پر خواهم کرد جهنم را من الجنة والناس اجمعین، از جنیات و الناس و از مردم، از مردم و جنیات همه ایشان ای دوزخ را پر خواهم کرد. کدام انسان را و کدام جنی را؟ که از عقلش، از شرع و از نعمت خوب استفاده نکند. دقیق شدین؟ لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، از کدام انسان و کدام جنی؟ کسی که نه شریعت را در نظر بگیره، نه عقل را در نظر بگیره و نه نعمتهای زیبای خداوند متعال را درست به کار بگیرد. از این خاطر قرآن کریم چون آیه سوره خلاص می شود، نتایج ذکر داستانهای پیغمبران را در این سوره منظم برای ما شما ذکر می کند که و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، و ما آنچرا که از اخبار انبیا بر تو می خوانیم چیزیست که به وسیله آن قلب تو را تقویت می بخشیم. و کلا نقص عليك من انباء الرسل، تمام آنچه که در این سوره شما از داستانهای پیغمبران را خواندین، ای پیغمبر که او را خواندی، نقص عليك که قصه کردیم بر بالای تو، هدف چی بود؟ ما نثبت به فؤادک، تا به وسیله آن قلب تو را تحکیم ببخشیم، قلب تو را محکم بکنیم و استوار بکنیم و تقویت ببخشیم، تا در انجام دادن وظیفه مهم رسالت و تحمل مشکلات و هجوم حوادث صبر و استقامت و شکیبایی داشته باشی. از این خاطر داستانهای انبیا گفته شد که تو ورخطا نشی که ولی چرا خداوند متعال ما را این رقم کرده، بلکه خودش همین تحمل باید بکنی که دین مفت تطبیق نمی شود، جامعه مفت جور نمی شود، نظام مفت جور نمی شود، تلاش می خواهد، مبارزه می خواهد، شب و روز تا باید برش بتی تا بتانی
که یک نظام را ارائه بکنی که در اونجا مردم آسایش داشته باشند. سپس آنها را بر دشمنانشان نصرت داده و مخالفانشان را چی میکنه؟ سقوط میدهد. وقتی میشد که استقامت و صبر باشد و جاءک فی هذا الحق و تو را در این صورت خبر واقعی آمد و جاءک و آمد تو را ای پیغمبر فی هذه الحق در بیان از این صورت حق برات واضح شد، حق برات معلوم شد. دریافت حق در برای وقایع زندگی انبیا، موفقیت و پیروزی های آنها و عوامل شکست، این کلش در این صورت برای تو چی شد؟ واضح شد و جاءک فی هذه الحق. بنابراین در این پیام به ما و شما داده شد که اگر ما نعمت خدا را خوب استفاده کردیم ما پا بر جا میمانیم، اگر غلط استفادهش کردیم مورد خشم الهی قرار میگیریم. بعد میگه که سوم نقطه چی است؟ و موعظتن، و تا این واقعات درس و عبرتی باشد. یک هدف خوی شد که نثبت بهی فؤادک، هدف دومی شد و جاءک فی هذه الحق، یک علم برد داده شد. سوم چی شد؟ و موعظتن، و موعظه اسم مصدر است و آن عبارت از بیاد آوردن چیزی است که انسان آن را از عمل زیان آور به دور میکند. و موعظتن و نصیحت و پند است. بعد میگه و ذکرا للمؤمنین، و یادآوری برای مؤمنان، یادآوری برای مؤمنان. پس میبینیم که چهار هدف اساسی از این داستان ها و از این واقعی که در این صورت ذکر شد برای پیغمبر علیه السلام و برای عموم مسلمان ها ذکر میشود. اول به این بفهمی که خداوند متعال با صالح هاست، اگر تو خوب بودی حتما تو را کامیاب میکنه. دو، این علم پیدا بکو و جاءک فی هذه الحق، به علم نمیتونی تغییر بیاری. سوم و موعظتن، و تا این واقعات عبرتی بوده باشه، اگر تو غلطی کردی تو هم نصرت خدا را به دست نمیاری. یعنی نمیشود که ما سنن الهی را غلط استعمال بکنیم باز بگم چرا خدا ما را کمک نمیکنه. نه، تو سنت الهی را در نظر بگی. در خانه ششتی میخوایی که دکتر شوی امکان ندارد، تو باید زحمت بکشی و خوابت کم بکنی. و ذکر للمؤمنین، و برای مؤمنان پند باشد تا اعمال صالحه را پیروی بکند و رمز پیروزی خود را درک بکند. از این خاطر ذکر باز هم اسم مصدر است برای ذکره یا ذکر و تذکیرن. پند، عبرت در این داستان ها وجود دارد. بعد اعلام تحدی با غیر مؤمن الله میکنه و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. داستان ها ذکر شد، پیام داده شد، هدف از این داستان های انبیا هم تذکر رفت. اکنون خطاب آخری برای کی میکنه؟ برای کافرها. و قل بگو للذین لا یؤمنون، بانانی که ایمان ندارن، بانانی که ایمان ندارن با قرآن و دین تضاد میکنن. اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، هر چی در توان دارید انجام دهید و ما هم انجام میدهیم. بس گپ خلاص میکنن. اعملوا، عمل بکن علی مکانتم، بجای خودتان، بجای خودتان هر چی که از دستتان میرسد دستتان باز بوده باشه برای کارتان بکنید. این عاملون، خب ما بی تفاوت نمیشینیم، ما زیر زناق نمیشینیم، ما هم کار خود میکنیم، بگذاریم که نتیجه از کی میشود. پس این نقطه شد، علی مکانتکم، به اندازه توان و قدرتی که دارید اون را انجام بدین. در اعلان این سخن از سوی مؤمنان به زبان پیغمبرشان دلیل بر صدق و راستی ایمان مؤمنان است. مؤمن اما تو باید عقیده داشته باشد. سپس وعید و تهدید شدید را متوجه کافران می کند و انتظروا انا منتظرون، و آینده خویش را انتظار بکشید و ما هم انتظار می کشیم که عذاب بر بالای کی واقع می شد. و انتظروا، شما هم انتظار بکشید عذاب الهی را، و انا منتظرون، ما هم انتظار می کشیم شکست شما و کامیابی خود را. بعد موضوع پنجم را میگه که وسعت علم غیب الله متعال. ارشاد میفرماید که ولله غیب السماوات والارض، مر الله راست علم غیب آسمان ها و زمین. علم غیب نزد الله است. ولله غیب السماوات والارض، و غیب آسمان ها و زمین از آن الله است. بنان تو در جای خدا خود قرار نده که هیچ کاری نمیکنی باشی میگی و نمیشه دیگه، بیا از او کافرها قوی هستند دیگه،
از این خاطر خدا گفتن قلیل ما یؤمنون، ما خوبی کم مردم ایمان میارن و به این ما خود را عقب نشینی بکنی. نه نه نه، تو کار نکن، علم غیبش الله هست، خدا تو را نصرت میبخشه، توسط تو دین باید نصرت پیدا بکنه و نقش باید پیدا بکنه. این موضوع را که ولله غیب السماوات والارض، علم غیب نزد الله متعال است، این آنچه که وقایعی که در آسمان ها و زمین صورت خواهد گرفت ما نمیفهمیم، ما پشت دیوار نمیدانیم که چی گپ میشه، این را خب بگذاریم که یک سال بعد چی میشه. ما کار خدا باید بکنیم و قضیه را تحلیلی بکنیم و تثبیتش بکنیم. هرگاه این نقطه را گرفتیم، الی و الیه یرجع الامر کلو، کافه امور به سوی الله متعال بازگردانده می شود و الیه یرجع الامر کلو، کل کارها به سوی الله بازگردانده می شود و او مسلط بر اوضاع است. هرگاه الله تعالی دارای چنین صفات بی‌مثیل و عظیم بوده باشد، گپ چی میکنه؟ فعبد، فعبده، پس الله را عبادت بکو به تنهایی، فعبده، تنها به او نیایش بکو، تنها به او دل ببند، بعد میگه و توکل علی، و به او هم اعتماد بکن. پیام را خلاص میکنه، غیب را الله میداند، تو کار خدا بکن، تو را با چیزایی که نمیفهمی چی ضرورت است. فعبده، الله را با اخلاص در روشنی شریعت عبادت کن و در پیشرفت دینت و توکل علی، به او چی کن؟ اعتماد بکن. در سوره فرقان هم میخوانیم که و توکل علی الحی الذی لا يموت، با او ذاتی که هیچ نمیمیرد با او توکل کن. در سوره طلاق میخوانیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، پس وقتی که این شد که فعبده و توکل علی، با اخلاص عبادتش بکن و با او اعتماد بکن. اگر این کار کردی نتیجه چی میشد؟ باید بفهمی که ان الله یحب المتوکلین، الله متوکلین را دوست دارد، در جمله دوستایش قرار میگیری. خوب این را بفهم و ما ربک بغافل عما تعملون، نیست پروردگار تو بی خبر از آن اعمالی که انجام میده، از آن اعمالی که انجام میده الله بی خبر نیست. و ما ربک، و نیست پروردگار تو بغافل، بی خبر، عما تعملون، آنچه که میکنید، آنچه که با خود میکنی، آنچه که با خدا میکنی و آنچه که با مخلوق خدا میکنی، الله بی خبر نیست. الله سر کل چی دارد؟ علم دارد. در مقابل هر عملت پاداش میگیری و پرسیده میشوی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.